سلام به همه دوستان و همراهان. دوشنبه 15 فروردین 1401، 4 آپریل 2022. در همین چند روز گذشته یک کلیپ ویدئویی منتشر شد که یک آقایی که ظاهرا از مسئولان شورای عالی فضای مجازیه خیلی راحت با وقاحت تمام میگه که ما یکی از کارهای آتش به اختیار که انجام میدادیم جعل اکانت به نام بعضی از افراد بود. بعد هم میگه عمدتا افراد ضد انقلاب به قولون، یا در واقع اعتراف به این که افرادی که اینها بهش میگن ضد انقلاب انقدر تأثیر دارن که اگه قرار جمهوری اسلامی حرفی بزنه ترجیح میده از زبان اونها بگه که شنیده بشه. بعدم تقلبشون فقط به ایجاد اکانت قلابی برای افراد ضد انقلاب نبوده، میگه بعضی از فالوورهای مثلا سرشناس اونها رو هم به نامشون اکانت میزدیم، بعد اونها میبدن واکنششون میدن، طوری که انقدر طبیعی میشد به قول این آقا که طرفداران واقعی اون فرد هم میبدن در پای این پست ها مثلا اظهار نظر میکنن یا لایک میکنن. خب این رو حتما دیدید و شنیدید و بازتاب خیلی زیادی هم داشت. من اینو که میدیدم، خب در واقع یک بروز و ظهور از جمهوری اسلامی، حکومت تزویر و حقبازی و فساد و همه بدی هایی که در عالم وجود داره در این حکومت است. اما این موقع که فکر کردم دیدم که این بحث جدیدی نیست. حکومت، ببینید من بارها این رو گفتم، من حکومت جمهوری اسلامی رو به دو قسمت زمان خمینی و خامنه‌ای تقسیم میکنم، نه از جهت جنایت یا فساد، از این جهت که حالا طبیعتاً نمیشه انکار کرد که در 10 سال اول انقلاب به مراتب فساد اقتصادی و رانت کمتر از الان بود. حالا یه مقدارش به خاطر اقتضاعات جنگ بود، وضعیت مالی کشور خرابتر بود و یک مقدار نیروهای انقلابی هنوز سلامت خودشون رو حفظ کرده بودن، تا این حد وقیح نشده بودن و مسابقه رانت و مسابقه دزدی سامان نگرفته بود. ولی اون چه مسلمه، خمینی به اندازه خامنه‌ای حقیر نبود، یعنی خامنه‌ای دیکتاتور حقیره واقعا. حالا این شاید یکی از شانس آوردن مردم که خامنه‌ای به اندازه خمینی جرأت آدم کشم نداره، به همون نسبتی که حقیرتر از خمینیه، نه اینکه نخواد بکشه، اولا جرأتشو نداره و ثانیا نیروهای تحت امرش مثل زمان خمینی فرمانبر بیچون و چرای رهبر ولی فقیه نیستن. برای خمینی نفوذ بیشتری داشت چه در بین نیروهای دادگاه انقلاب چه در بین نیروهای سرکوبگر. بگذاریم، به هر حال دوره خامنه‌ای که از نظر من متفاوته، خود این دوره با یک فریب و یک دروغ و حقبازی شروع شد. ببینید، خمینی در وصیت‌نامه‌اش نوشته بود که این وصیت‌نامه را احمد خمینی بخواند، اگر نه رئیس جمهور اسلامی، اگر نه یکی از اعضای شورای نگهبان. خب وقتی وصیت‌نامه خونده شد، من همونجا به خیلی از دوستان گفتم که این وصیت‌نامه رو احمد خمینی نمیتونست بخونه، چون مقدار زیادی از آیات و روایت درش بود و عبارات عربی که احمد تسلط نداشت. در بین نیروهای اطراف خمینی تنها کسی که خیلی مسلط بود و حالا یک مقدار سخنور هم بود خامنه‌ای بود. البته فقهای شورای نگهبان هم این چیزا بلد بودن بخونن، اما مثل خامنه‌ای سخنور نبودن و نمیتونستن اینقدر کار پروپاگاندا باش بکنن، کار رفتاری که خامنه‌ای کرد، حالا گریه‌های مصنوعی و کارهای دیگه. من حالا به بقیه بخش‌های وصیت‌نامه کاری ندارم، اما یک بخش پایانیش رو با هم بشنویم و بعد من صحبتم رو در ادامه خواهم داد. 1. اکنون که من حاضرم، بعض نسبت‌های بی‌واقعیت به من داده می‌شود. و ممکن است پس از من در حجم اون افزوده شود. لحاظا عرض می کنم اون چه به من نسبت داده شده یا می شود مورد تصدیق نیست، مگر اون که صدای من یا خط و امضای من باشد، با تصدیق کارشناسان یا در سیمای جمهوری اسلامی چیزی گفته باشم. ببینید، اینجا خود خامنه‌ای وصیت‌نامه رو می خونه و تأکید می کنه از زبان خمینی که اگر بعد از مرگ من چیزی به من نسبت داده شد قبول نکنید، مگر اینکه خط من باشه یا من در صدا و سیما چیزی گفته باشم، خط به تشخیص کارشناسان یا در صدا و سیما چیزی گفته باشم. کمتر از 1 ساعت بعد از خواندن این بخش از وصیت نامه خمینی توسط خامنه ای، رفسنجانی و تعدادی از اعضای خبرگان اومدن شهادت دادن که خمینی گفته خامنه ای بر رهبری لیاقت داره. خب حالا ببینید، یا خمینی کلاشه که همچیز در وصیت‌نامه‌اش نوشته و
حالا به هر دلیلی که نوشته، یعنی اگر چیزی هم نقل قول کرده شفاهی قابل استناد نیست و اعتبار نداره. اما اون کسانی که همونجا نشسته بودن پای منبری که خامنه‌ای بالا شد و وصیت‌نامه خامنه‌ای رو می‌خوند، دقایقی یا ساعاتی بعد از اینکه همین جمله خامنه‌ای رو خوندن، اومدن به استناد یک داستان جعلی و یک خاطره قلابی از خامنه‌ای رأی دادن به خامنه‌ای. حالا براتون توضیح بدم، شرایط اون موقع طوری بود که به راحتی نمی‌شد کسی رو جا انداخت بعد از خامنه‌ای، اما استناد به یک خاطره خامنه‌ای یا وصیت غیر رسمی خامنه‌ای می‌تونست کمک کنه که اون بازی احمقانه و در ضمن ظالمانه ای که احمد خمینی و رفسنجانی و دیگران طراحی کرده بودند که خامنه ای رو به قدرت برسونن، و بعد تصور میکردن که با توجه به روحیاتی که از خامنه ای در 8 سال دوره ریاست جمهوریش داشتن، اون یه گوشه میشینه پیپشو میکشه، حالا حداکثر سید هم هست، مردم دستشو میبوسن و اونها کار خودشون رو میکنن. احمد خمینی مثلا یک گوشه از حاکمیت میگیره، رفسنجانی هم که میشه رئیس جمهور مادام العمر و تا زمانی که زنده است همه اختیارات مملکت داره. خب ببینید، پس حکومت خامنه‌ای با یک کار، با یک خاطره قلابی از خامنه‌ای شروع شد و هیچ کس هم اعتراض نکرد. یعنی تمام کسایی که اونجا نشسته بودن، ممکنه چند تاشون از اعضای خبرگان ثقل سامه به قول خودشون یا سنگینی گوش داشتن، ولی خیلیشون حتما صحبت خامنه‌ای رو شنیدن که به صراحت گفتش که اگه چیزی از من نقل شد نپذیرید مگر اینکه خط من باشه یا در سیمای جمهوری اسلامی چیزی گفته باشم. اما بدون توجه به وصیت خود خامنه‌ای، اومدن به این خاطره قلابی که ازش نقل شد استناد کردن و خامنه‌ای رو به رهبری تعیین کردن. خب حالا کارهای دیگه هم بعدش شد، اینکه بر اساس قانون اساسی رهبر باید مرجع تقلید بود که اون رو زیر پا گذاشتن، چون خامنه‌ای در اون موقع به عنوان مرجع تقلید مطرح نبود، اما اجتهادش هم قلابی بود. یعنی کسی که قبل از فوت خمینی اصلا بحثی بر سر اجتهادش نبود، کسی اصلا در به عنوان یک مجتهد معروف و مشهور قبولش نداشت، اومدن یک مجتهد قلابی درست کردن، یک شبه یهو شد آیت الله و رهبر شد. من یادمه دقیقا زمانی که اولین بار خبر انتخاب خامنه ای به رهبری اعلام شد، یا آقای به نام احمدزاده خبرنگار صدا و سیما بود گزارش که میکرد و گفتش که بنابرای این جمله که من یادم تو تلویزیون میگفت، با رأی اعضای خبرگان آقای سیدعلی خامنه‌ای رئیس جمهور به صفت رهبر تعیین شد. یعنی حتی حجت الاسلام نگفت، آقای. و بعد یه دفعه دیدیم که بیانیه آقای مشکینی اومد بیرون و برای اولین بار عنوان آیت الله رو به خامنه‌ای داد. یعنی ببینید، با این خاطره قلابی خامنه‌ای بازی شروع شد، با یک عنوان آیت الله قلابی ادامه پیدا کرد و اومدیم تا حالا. خب حالا همینطور که رفتیم جلو، مسائل مختلف اتفاق افتاده در سالهای گذشته، دروغ‌های فراوان، فریب‌های زیاد، اما می‌خوام بگم قلابی‌هایی که نباش آویزان میشن، با یک خاطره قلابی شروع کردن، با یک عنوان قلابی ادامه دارن. خامنه‌ای خودش با تیمسارهای قلابی که درست کرد، حکومت خودش تثبیت کرد، طرفداران قلابی درست کردن، احزاب قلابی درست کردن، رسانه‌های قلابی. خب اینا کم و بیش بوده، اما اینا انقدر وقیح شدن شاید تا به حال اعتراف نمی‌کردن. اعترافاتی که جدیداً می‌کنن خیلی عجیب غریبه. حالا علاوه بر این آقای فضای مجازی که خودش اعتراف میکنه به اکانت‌های قلابی، یه مصاحبه از مسعود دهنمکی چماقدار اعظم منتشر شده که این رو هم ببینید. بسیاری از این الان میگم مقالات رو من خودم مینوشتم با اسمای مختلف. حالا اون آدم ها کیا بودن؟ بسیار رفقای شهیدمون بودن که توی مثلا جبهه شهید شده بودن، ولی چون آدم نداشتیم مطلب می نوشم با یه اسم، دوباره مطلب مقاله می نوشیم با یه اسم دیگه، اسمش رو آدم منتشر می کنم. بله اسم اینو بعد روزنامه برمیشن جواب میدادن، مثلا فلان آدم مثلا اینجوری، بعد یه آدم هزاری اومد داره یکی از این شهدا که مثلا به دادگاه باید مراجعه بکنه بابت مثلا فلان مطلب، و اینا رو که ما رو نمی کنیم. یعنی این خب ببینید، کاری که سالها قبل طرف کرده الان میاد اعلام میکنه و با صراحت میگه بر اساس یک سری شهید قلابی، در واقع شهید قلابی، چون کسانی که کسی جرئت نمی‌کنه از طرف یک آدمی که حقیقی وجود داره یا وجود داشته بیاد چیز بنویسه، یه سری شهید قلابی و یک سری مقاله منتسب به شهید قلابی درست می‌کنن می‌نویسن. من باز تاکید می‌کنم، نکته مهم از نظر من وقاحت اینها در اعلام موضوع، وگرنه اینها سال‌هاست به فریبکاری مشغولن. اینکه انقدر وقیح شدن، انقدر تصور می‌کنن که مردم بیخیال شدن و مردم بیرگ شدن، بیهست شدن، که طرف میاد میشینه و اعتراف میکنه و لبخندم میزنه، افتخار میکنه به این شهیدسازی قلابی خودش. خب فکر نمی‌کنم فقط در این عرصه است، حالا دکترای قلابی که به رئیسی دادن، نمیدونم در کنار آیت الله قلابی که به خود خامنه‌ای دادن،
قبلش هم بوده زمان احمدی نژاد، یک اسم کردان ها رو فوت کرده خدا رحمتش کنه، دکتر قلابی اومد گرفت و جالب بود که رحیمی معاون اول احمدی نژاد اومد گفت من شخصا مدرک رو دیدم و بعد از مدتی خود کردان اومد اعلام کرد که من فکر کردم دکترامو گرفتم ولی نگرفتم و من تصور میکردم دکترام آماده شد. بعد از اینکه دانشگاه آکسفورد تکذیب کرد دادن دکترا به کردان رو، خود کردان اومد گفتش که من تصور میکردم که دکترامو گرفتم ولی نگرفتم. جالب بود که قبلش رحیمی گفته بود من شخصا مدرک دکترا رو دیدم. حالا کارهایی که خود احمد جان کرد، اون ایاتون باشه تولید انرژی هسته‌ای در آشپزخانه که اونم یک داستان قلابی بود احمد نژاد درست کرد، هیچ کسی تردید نداره که اون داستان قلابی بود که گفت یک دختر 16 ساله به صورت نمیدونم با یه سری وسایل اولیه در آشپزخانه خونه‌شون به کمک برادرش انرژی هسته‌ای تولید میکنه و مسائل دیگه. خیلی حرف احمد نژاد زد در مورد ارسال میمون به فضا. خیلی واقعا اگر برگردیم در دوره‌های مختلف ریاست جمهوری ما افراد داشتیم جشن قلابی خودکفایی در گندم، در برنج، اجزای دیگه فراوون داشتیم. اما اینکه بسیارش نمیگفتم، از بحثم در سر اینه که الان علنی میان اعتراف میکنم و این نشون دهنده این که حکومت در چه فضایی از وقاحت و شاید اصلا تعمدن عصبانی کردن مردم، مقابله روانی با مردم، مردم روانی کنن، مردم دچار تنش‌های روانی و تنش‌های عصبی بکنن. خب در کنار این کاری که میکنن برای اینکه ثابت کنن، چون خامنه ای گفته که ما در رتبه اول تولید علم در دنیا داریم، دانشمند قلابی درست میکنن. حالا دانشمند قلابی هم که از دانشمند هسته‌ای که طرف واقعا تخصص نداشته، یک کارمند اداری بوده در ترور کشته شده، میگن دانشمند هسته‌ای، میگم تیمسار قلابی نشن بماند. در کنار این کارها چون خامنه ای گفته ما رتبه بالای تولید علم در دنیا هستیم و پیشرفت خیلی زیادی کردیم، سیمای جمهوری اسلامی توسط بعضی افراد که مدعی هم هستن، بعضی وقتا لباس اپوزیسیون هم میپوشن، ماشین ساز و طراح خودروی قلابی هم آوردن و نمایش دادن. البته بحث اختراعات رو کنار بگذاریم، تخصص اصلی من طراحی خودروه. طراحی خودرو؟ بله. الان الحمدلله یک کانسپت دیزاینرم و از 3 سالگی هم شروع کردم به طراحی خودرو و پرسپکتیو. من نزدیک به معنی که بخواییم مثلا متوجه بشی میشه کانسپت کارز، کانسپت کارز طراحی میکنم، میشه خودروی مفهومی. چو بگو؟ دارم از کالیفرنیا، شرکت تسلا، تسلا موتورز که توی خودروهای برقی فعالیت داره، و شرکت خودروسازی ولوو سوئد. ولوو و تسلا گفتم بیا با ما. بله و یه کالجی از کانادا هم. ایران خودرو و سایپای خودمون چی پیشنهادی ندادم؟ اینا دعوت کردن. بله متوجه. آره خودتون بعد خیلی عرض میکنیم. حالا جالب بود که بعد از اینکه خبرهای منتشر شد که تسلا تکذیب کرده حرفای این آقا رو، باز آقای رشیدپور دست بر نداشت، رفت با پدر این کودک که حالا اینم خودش در واقع یک جنایته، در واقع یک رزومه سازی قلابی برای یک بچه است که از حالا بچه رو عادت میده به فریب کاری، حالا طرف قصه سازی براش کردن یا هر چیزی بوده، اون خانواده که بچه تشویق میکنه بیاد همچین دروغی بگه و صدا و سیمای جمهوری اسلامی که میاد دروغ ها رو پخش میکنه به اندازه کافی مقصر هستن، تازه دستم بر نداشتن. بعد از اینکه تسلا اعلام کرد که ما همچین کسی رو دعوت به کار نکردیم، باز رضا رشیدپور رفت با پدر همین آقا یه صحبتی کرد که باز داستان سازی قلابی، به نوعی بازم میگم رزومه سازی قلابی برای همین بچه‌ای که خدا میدونه وقتی بزرگ شه با این شرایط چه موجودی خواهد شد. پیش در برنامه حالا خورشید ما میزبان حسین عطایی بودیم، کودک 11 ساله که استعداد فراوانی در طراحی کانسپت خودرو داشت، یعنی طراحی مفهومی خودرو. حسین عطایی عزیز در بخشی از برنامه در پاسخ به صحبت من گفت که تسلا و ولوو جاهایی بودند که پیشنهاد این طراحی کانسپت ها رو به حسین عطایی عزیز دادن. ماجرا 2-3 روز طول کشید و کنش و واکنش های مختلف در شبکه های مجازی رخ داد. ما به عنوان رسانه باید سعی بکنیم که نقش
متعادل و بیطرفمون رو ایفا بکنیم. به همین سبب من به جای اینکه خودم حرف بزنم و اصلا درست نیست که من حرف بزنم، خواهش کردم از پدر عزیز حسین عطایی که روی خط تلفنی حالا خورشید بیان و خودشون راجع به این ماجرا توضیح بدهن. آقای عطایی عزیز سلام، صبح عالی بخیر. سلام علیکم. سلام عزیزید. متشکرم. سلام ویژه عرض میکنم خدمت مردم عزیز شریف و نجیب ایران و سلام ویژه خاص پر انرژی محضر نخبه و دانشمند عزیزمون جناب آقای رضا رشیدپور عزیز. نفرمایید قربان، نفرمایید، استدعا میکنم. خیلی ممنونم از محبتتون. آقای عطایی عزیز، الان در توییتر و نمیدونم شبکه‌های مجازی دیگه رفتن ایمیل زدن به تسلا و ولوو و هر دوتا گفتن که ما تکذیب میکنیم دادن شغل به حسین عطایی رو. شما پاسختون چیه؟ خدمت حضرت عالی عرض کنم که ایمیلی که این بزرگوار برای شرکت ولوو خدمتون عرض کنم ارسال کردن تو بحث اینه که آیا حسین عطایی به اصطلاح ایمیل جاپی رو فرستادند، آیا شما حسین رو در رابطه با بحث استخدام تو پروسه خط تولید پیشنهاد دادید و احیانا ایشون رو تو این زمینه میخواید که خدمتون عرض کنم همونطور که حضرت عالی مشرفید و الحمدلله آگاهید و مردم شریف خودمون کشورهای اروپا تو اون لول و حتی مسئولین عزیز خود ایران میدونن که کسانی که به دنبال نخبه‌ای با این حد و توان هستن این نیست که بلافاصله حسین عطایی و حسین عطایی ها تو این برنامه ها تو این کشورها حضور پیدا کنن، بلافاصله تو دفتر مهندسی، بلافاصله طرح و کانسپت، بلافاصله کانسپت مورد نظر هم تبدیل به خودرو و روانه بازار بشه. حتما همه مردم ایران میدونن که یک نخبه و نابغه 11 ساله با این توانمندی قرار روش سرمایه گذاری بشه، یعنی شرکتی مثل ولوو و تسلا به نیت استخدام حسین رو نخواستن، حسین رو تو این زمینه خدمت شما ارتباط گرفتن که حسین رو برای 10 سال بعد، 15 سال بعد، 20 سال بعد رو نمایی کنن. من اینا رو که میدونم باز یاد یه داستانی افتادم که از این کارهایی که صدا و سیما میکنه، بازم در راستای ادعاهای علی خامنه‌ای، چون خامنه‌ای گفته که ما در تولید سلول‌های بنیادین خیلی پیشرفت کردیم، باز یکی از برنامه‌های صدا و سیما جمهوری اسلامی که اون هم درش قلابی سازی خیلی رایجه، از فقیر قلابی تا نمیدونم جهادگر قلابی تا کسی که دچار مرگ قلابی شده عزیز فرامون آورده. اما یک موردی که اخیراً آوردن اینم باز در راستای ادعاهای خامنه‌ای در مورد پیشرفت‌های جمهوری اسلامی در زمینه سلول‌های بنیادین، یه مادر دختری آوردن که خانم تارا سبی اگر اشتباه نکنم که ادعا می‌کرد که بر اساس علم سلول‌های بنیادی تونستن کور مادرزاد رو دو تا چشمش رو بینا بکنن و در تلویزیون هم پخش شد. 25 مرداد اولین عملش رو انجام داد، چشم چپش رو انجام داد که بعد از دو روز رو چشمش رو باز کردن و خدا رو شد 100% بیناییش رو به دست آورد. دومین چشمش دیگه گفتید دیگه لو دادید اصل قصه رو که نه دادم. این خانم دیگه الان بعد از 21 سال الان بیناییش رو به دست آورن و دنیا رو میتونن ببینن. یه دست برشون بزنید، خیلی اتفاق فوق‌العاده‌ای برای کسی که 21 سال محروم بوده از تماشای دنیا، تماشای عزیزاش. و ببین من هم مثل هر ایرانی خوشحال میشم یک هموطنم که نابینا بونه بینا بشه، اما بعد از اینکه ادعاهای این برنامه از تلویزیون پخش شد، یه آقای به نام آقای امید هاشمی که روزنامه‌نگار بود اومد یک خبری رو مخابره کرد که دلایل متعدد آورد که این حرفا دروغه و استناد هم کرد که همین خانم هم قبلا در تیم ورزشی بوده به عنوان کمبینا، نه نابینای مطلق، در حالی که اینا اومدن گفتن که نابینای مطلق بوده و با روش سلول‌های بنیادین تونستن معالجهش کنن و بینایی دو چشم رو به دست آورده. بازم میگم حتما هر کسی اگر بشنوه همون
دختر خانم کم بینا، بینایی بیشتری به دست آورده یا نابینا کم بینا شده، به هر حال یه پیشرفتی کرده، همه خوشحال میشیم. اما اینکه اینو بشناسن، شما اگه خاطرات نوع خاطره گویی خانم نگاه کنید با کمکی که با مادرش میکنه، مشخصه که یک سناریو نوشتن بگن. و میگم این همش دنبال اینه که اون تئوری قلابی خامنه‌ای در مورد پیشرفت‌های جمهوری اسلامی در زمینه سلول‌های بنیادین رو تاییدش کنن و در واقع یک مستندش بکنن. خب این آقای امید هاشمی میگه که ایشون اولا کم بیناست، بر اساس چیزی که رکورد شده در تیم ورزشی کار میکرده، و بعدم اعلام میکنه که ما در زمینه بحث سلول‌های بنیادی هنوز به موضوع ترمیم چشم نابینا نرسیده، در مرحله خیلی مقدماتیه و حتی در روی حیوانات آزمایش نشده. این صحبتایی که آقای امید هاشمی بعد از برنامه‌ای که در اسفند ماه در برنامه عصر جدید آقای علی خانی پخش شد، تو اونم یکی عصر جدید قلابیه، یعنی واقعا من نوعی و جدیدی درش نمی‌بینم جز نوع جدیدی از قلابی سازی و فریبکاری. اون آقا توضیح میده که این توضیحاتی که آقای امید هاشمی داده که دلایل متعدد میاره، من توصیه می‌کنم یه سرچ بکنید، همین اسم تارا سبی و امید هاشمی، توضیحات کامل آقای امید هاشمی میاد. ببینید من اینا رو گفتم که منظورم اینه جمهوری اسلامی و اصلا از به خصوص دوره علی خامنه‌ای با یک خاطره قلابی شروع شده، با شهید سازی قلابی ادامه پیدا کرده، با تیمسار سازی قلابی، با آیت الله سازی قلابی، با پیشرفت‌های قلابی، با ادعاهای قلابی، به خصوص در زمان احمدی نژاد. ببین اوج این ادعاهای قلابی برمیگرده به زمان احمدی نژاد. من اینو برای کسانی میگم که هنوز دل می‌بندن به رفتار و گفتار احمدی نژاد. بعضی افراد میگن خب احمدی نژاد عوض شده، هیچ اشکالی نداره، احمدی نژاد میتونه عوض شه، ولی اولین شرطش اینه که بیاد مثل من بگه من اشتباه کردم، بیاد اعتراف کنه که دروغ گفت در مورد دختر 16 ساله که انرژی هستی تولید میکرد، بیاد اعتراف کنه که یک وزیرش مدرک دکترا جعل کرد، بیاد اعتراف بکنه که خودش و آقای مهرابیان که الان وزیر نیروی دولت رئیسی هست، پایان نامه کسی رو دزدیدن، به نام خودشون رفتن ثبت کردن و سر صدا درست شد در داد در قوه قضاییه که همین آقای رئیسی معاون اولش بود، آقای مهرابیان محکوم شد به خاطر سرقت پایان نامه و حالا در دولت رئیسی همین آدم وزیر نیرو هست. احمدی‌نژاد بیاد اعتراف کنه به این قلابی سازی‌هاش و این فریبکاری‌هاش، بعد میتونه عوض بشه. ولی من میگم کسانی که حالا خیلی دل بستن بدونن که با چه کسانی مواجه هستن. مبنای جمهوری اسلامی اصلا برای در واقع اصول که چه هستن، برای یک سری پایه‌های قلابی بنا شده. اگر بخوایم برگردیم، از روز اولش قلابی بوده، وعده‌های قلابی. خمینی میگفتش که در جمهوری اسلامی حتی کمونیست‌ها در اظهار نظر آزاد خواهند بود. میگفت جمهوری ما چیز شبیه جمهوری فرانسه خواهد بود. میگفت من به عنوان روحانی در کار دخالت نخواهم کرد. میگفتش که هر کس مستقیم، هر تک تک مردم حق دارن که حاکم اسلامی رو استیضاح کنن و اون موظفه که جواب قانع کننده بده. ببین یعنی اصلا شروع جمهوری اسلامی به نظرم با یک سری فریب و یک گندم نمایی های گندم قلابی نمایش دادن و جو فروشی کردن، البته جو هم نفروختن، چیزی که نفروختن به نظر من بیشتر پهن بود، جو هم بالاخره ارزش داره برای خودش، ولی به هر حال این از اول شروعش این بوده. اما در دوره خامنه‌ای بیشتر شده. تغییری که این روزها کرده و من روش حساسیت دارم اینه که انقدر وقیح شدن که به قلابی سازی های خودشون اعتراف میکنن. من هنوز فلسفهشو نفهمیدم. از زمان فقط یک فلسفه داره و اونی که اینها میخوان بگن ما هر کاری دلمون میخواد میکنیم و میخوان بیشتر مردم رو عصبی کنن، به مردم بگن شما هیچ کاری از دستتون ساخته نیست. ببینید ما میام تلویزیون اعتراف میکنیم که داریم اکانت قلابی درست میکنیم، ما میام تلویزیون اعتراف میکنیم که به نام شهید مقاله نوشتیم، شهید قلابی درست کردیم، میام تلویزیون اعتراف میکنیم که ما فلان کس دکترای قلابی گرفتیم، اعتراف میکنیم که در صنعت خودروسازی نشون میدیم کاری که همه بفهمن قلابیه. اگر خودش هم اعتراف نمیکنن، خب همین کودکی که من نشون دادم، هر کس گوش کنه حرفاشو و بعد پیامدهای بعدیش تکذیب ولوو و تسلا رو ببینه، خب میفهمه قلابی سازیه. این وقاحت جمهوری اسلامی یا همین کاری که در مورد خانم تارا سبی کردن که آقای امید هاشمی اومده بعضی از اجزاء دروغ رو افشا کرده، این اصرار بر اعتراف به قلابی سازی به نظر من یک دلیل داره با اون که خیالشون راحت شده که هر کاری بکنن واکنش اجتماعی ندارن، و این به نظر من یک هشدار برای من شماست. حداقل به نحوی تا جایی که صدا میرسه فریاد بزنیم، اعتراض کنیم و بگیم اینطور نیست که ما قلابی سازی ها رو ببینیم و سکوت کنیم. این حداقل فریاد میشه زد. و البته مطمئنم این کاری که جمهوری اسلامی داره میکنه و از سر غرور و تکبر که فکر میکنن هر کاری بکنن چه اتفاقی نخواهد افتاد، به زودی دامنشون رو خواهد گرفت، حالا با هزینه های فراوان، از جمله اینکه
متاسفانه در جامعه این قلابی سازی به یک امر عادی تبدیل بشه، این چیزا جبرانش خیلی سخته. یعنی تأثیر فرهنگی این کارهای جمهوری اسلامی حتی سالها بعد از سرنگونیش خواهد بود. برای همینه که من بارها گفتم و بازم عرض می‌کنم خدمتتون که هر یک روز تداوم جمهوری اسلامی خسارت‌هایی داره که قابل جبران نیست، به خصوص این نوع خسارت‌های فرهنگی و اخلاقی که در جامعه متأسفانه رایج شده و بیشتر هم رواج پیدا می‌کنه. موفق باشید.